شهادت و جانفشانی مهربانیان گرامی دخت کردستانی دخت آریایی یک سنت کهن آریایی رو اومد که در کردستان وجود داشت، حضور داشت. کردستان رو چرا این دشمنان شکوه و عظمت ایران چرا بین چهار کشور تقسیمش کردن؟ چون کردستان ماد، اشکانیان، هخامنشیان، ساسانیانه. کردستان همه دلاوری های تاریخ 7700 ساله ایران از ایلامیان تا به امروز تقسیمش کردن که جلوی شوکت و عظمتشو بگیرند. اما امروز دیدیم یک دخت کردستانی که کشته شد، همه چیز در دنیا عوض شد برای ایران. یک بار دیگه ایرانی در جهان سربلند شد. من دیگر تو خیابونا با افتخار میگم ایرانی. لازم بود قبلا تو بگی پرس، بعد بگی پرس کیه تا بفهمی تو با جمهوری اسلامی نیستی. الان میگی من ایرانیم. آه دختان آریایی، این جنگ پدر با پسر تاریخیه. این گریز آزاد مردان از سرزمین خودشون و پناهنده شدن به خارج از دیر زمانه. سیاوش وقتی که مشکلات داره در کشور خودشون میره پیش تورانیان و با افراسیاب و اینها، بعد اونجا دختر افراسیاب رو بهش میده. خودش میاد میگه افراسیاب پدر زن سیاوش رو، سیاوش زن داره، از پیرایه زن گرفته. پیران میگه که این دختر من رو میخوام بدم به داماد تو. با اون چون سردار سرباز افراسیابه قبول میکنه، سیاوش چون در دست و در خانه بیگانه است میپذیره، فرنگیس رو بهش میده. فرنگیس رو که بهش میده در یک مقطعی که افراسیاب اون چینت درون خودش رو میخواد نشون بده که میخواد سیاوش رو بکشه که کیکاووس بیوارس باشه و میاد میخواد بزنه بکشه. گرسیوز میگن چه کرد اون، چه کرد یعنی برادر کیکاووس. و هر حال وقتی که گردن میزنن سیاوش ما رو، از اونجاست که این همه این بازیایی که برای حسین غیر از اونایی که از کلیسا گرفتن در میاد، این سوگواری مال سیاوش هست. زینب، این زینب بازیه که دارم دارم میگن زینب بازیه، این زینب فرنگیسه ولی با گونه دیگر. فرنگیس شوهرش سیاوش به دست پدرش افراسیاب و عموش گرسیوز کشته شده. بعد افراسیاب میفهم این حامل است، سیاوش در شکمشه، میزنه اینو، میگه بزنینش و میگه بکشینش حتی بچه رو در شکم. باری در پنهان فرنگیس سیاوش رو میزایه و بزرگش میکنه و زندگی میده. جان جیان آزادی، زن زندگی آزادی مال کرتا از اون موقع است. اونجاست که تا کشته میشه سیاوش به دست پدر فرنگیس، فرنگیس موهای بلند زیبا مثل دختران کرد ما امروز و دیگر دختران آزاده آتورپات و سیستانی و بلوچستانی و کجاهای دیگه خراسانی که گیسوان بلند دارن، گیسوانش قیچی میکنه. این قیچی گیسوان از اونجا میاد، میبنده به کمرش، کشتی کمر میبنده. شنیدین میگن کمر بست، کمر به قتل یارو بست، کمر به نابودی یارو بست. از فرنگیس میاد وقت به کمر بستن گیسوانش، میگه میپیکشه شمشیرم میذاره، میگه تا انتقام خون سیاوش شوهرم رو من از پدرم نگیرم، این رو بر نمیدارم. حالا امروز عزیزان من، نه الان، 98، 95، سال 88، همه این جنبش هایی که درش هزاران ایرانی کشته شدند و این پلیدان روحانیت حاکم، این گجسته که خمینی و خامنه‌ای کشتن اینها رو، تمام اینها توش شما چند تا اسم شنیدید و میشنوید، ده ها که نه صد ها اسم دیگه از فرزندان و جوانان دلیری است که اینها باباهاشون یا امیر ارتشه، یا سردار سپاهی، یا رئیس بسیجه، یا امام جمعه فلانجاست. از بچه های خود اینا خیلی الان تو خیابونا که میدن بچه های خود اینا زیادن کشتن میشن. چیزی نمیگه مردی که مثل محسن رضایی که بچهش اونجا میکشن، خود حسن روحانی که بچهش با کلت خودی کشته میشه، متوجه میشه خود گیلانی که اون موقع حاکم شرع
جمهوری اسلامی سه تا بچه خودشو میکشه، همین جنتی دایناسور که بچهشو کشته، اینا یه مقطع اعدام کردن، الان همون بچه ها میان توی خیابون، بچه هاشون هم اینا با اینا مخالفن دارن میجنگن. به همین خاطر پیروزی با ماست و این جشن سیاوشان که شده حالا به گونه های دیگه تغییر کرده، همین دف و موسیقی و همه اونایی که من زنده کردم در این سالها در تاریخ کهن آریایی بوده و کردها این رو پاس میدارن. برای همین که در اتحاد اخیری که من مطرح کردم و شاهزاده خواستم هرچه سریع اعلام بکنه این اتحاد رو و نشست تشکیل داده بشه، گفتم احزاب کردستان نقش بسیار مهمی دارن و احزاب استانهای دیگه. درود بر مردم سلحشور ایران، درود بر دختان آریایی، سلحشورانی که اعتبار به ما دادید در جا، سپاسگزارم. ما همه تلاش خود میکردیم، دنیا با شماست الان، دنیا با شماست الان و تمام دنیا با شماست. در تاریخ بیسابقه 127 کشور، بیش از 120 کشور امروز تظاهرات شنبه و فردا در پاریس هست. این بیسابقه از سازماندهی شده از سبیل، ریش سبیل گروه گذاشتیم براتون، ریش و سبیل گروه گذاشتیم. دو تا شرط داره، یک همچنانی که کارتی منتشر کردیم، همبستگی رمز پیروزیست، همبستگی سران اپوزیسیون. دوم، شما در خیابان‌ها باید بمانید تا این نظام سادات تازی برای همیشه بره. همبستگی سران اپوزیسیون رمز پیروزی است. من هیچ نمیخوام، من هیچ نخواهم خواست جز اینکه بنشینم در خانه و بنویسم. و الان چون این مریم قاجار پریروز صحبت کرد و قاطع این پیشنهاد نظریه ما رو رد کرد که با غیر از خودش متحد بشه، حتی ما احزاب کردستان اونا که بودن اومدن بیرون، شاهزاده رضا پهلوی و وقتی که این اعلام کرد، به خاطر اینکه خودش هم روسری سرشه، چطور میتونه به تو جنبش شرکت کنه که کانونهای شورشی روسری ها رو میسوزنن؟ خب این نمیتونه، خودش روسری سرشه، تو مخشه این روسری. و مریم قاجار خطش رو از مردم جدا کرد. و همین خاطر امروز اطلاعات دقیقی میخوام بهتون بدم، اینه که سیاوشان و پادشاهی و شهریاری در ایران ماندگاره، هیچ کس نمیتونه باش مبارزه کنه. الان که من با شما صحبت میکنم، هنوز که هنوز جشن سیاوشان یعنی سوک سیاوش که بهرام بیزایی این رو به گونه نمایشنامه خیلی قشنگ در سوک سیاوش بهرام بیزایی، شعری هم که ابتدا خوندم مال بهرام بیزایی بود، عزیزم بهرام بیزایی سوک سیاوش رو که آورد، الان سوک سیاوش از شما بگه خود ایران تا کردستان رواج داره. حتی تو مسجدی در شیراز، در شیراز هنوز که هنوز مسجدی است به نام سیاوشان و تمام در محله سنگ سیاه و تمام آثار داخل مسجد مال سیاوشه، عزیزان من. بله، از همه مهمتر، این مسجد اصلا به رسمیت شناخته شده توسط یونسکو، عزیزان من. و اکثر شهرهای ایران شما از آشتیان بگیر برو تا کردستان و آترپات و آذربایجان و جاهای دیگه، حتی در بخشی از هرات افغانستان و اینا، هنوز سیاوشان ماندگار هست و جاودان. و این دختان همه فرنگیس ها هستن، فرنگیس انتقام سیاوش رو میگیره و سیاوش فرزندش کیخسرو زایش پیدا میکنه، بزرگ میشه، سلحشور میشه، به همت و فرمان مادرش تازش میکنه و هم افراسیاب رو میکشه، یعنی پدر بزرگ خودش رو، و هم عموی خودش رو، عموی باباش یعنی گرسیوز رو میکشه. و اونجاست که رقص و پایکوبی فرنگیس هاست که کیخسرو فرزند سیاوش انتقام خون پدرش رو میگیره. حالی بچه اومدن با بابای خودشون میجنگ، انتقام خودشون میگیرن. این بار مردم ایران همه در خیابانها بیشتر از 20 روز دارن هنوز ادامه داره. مورد دومی که ما خواسته بودیم تأیید جهانی، جهان بیش از 120 کشور، حتی تا مرحله به 150 کشور و شهر رسید، به طور میلیونی پشتیبانی کردن. تنها چیزی که بود اتحاد اپوزیسیون بود که اینا نکردن. اتحاد اپوزیسیون برای یک دولت باید باشه که سرنگون کنه اینا رو. اینا همونطور که شما در داخل ایران
از جانتان مایه گذاشتین در خارج هم فکر نکنید یک دوستی مهربانی اونجا اینجا اومد اینا رو سازماندهی کرد. من میگم بهتون چون هیچ توقعی ندارم من، این رو شما بدونید، در فردای آزاد ایران من به عنوان یک نویسنده خواهم نشست و خواهم نوشت. من هیچ پست سیاسی نخواهم خواست. و سال 96 1996 که من مطرح کردم شهبانو با مریم اینا برن ایران برای آزادی ایران، از اون موقع ببینیم 26 سال پیش، اون موقعی که بعدا من خودم گفتم من خودم میرم، چون همین گفتم آقا تو میخوای اینا رو کشتن بدی تو خودت بیا، ما رفتیم جلو. وگرنه من الان به شما قاطی میگم من هیچ پستی نمیخوام. پس اگر اطلاعات و اخبار رو در اختیار شما میذارم، چون من با شما رو و پشت بازی ها رو میگم و بعد